علماء قرآن و تفسیر میگه آیات مکی. و پس از هجرت چیزی آیاتی که نازل شده تا وقت هجرت رسول الله، ولو که در مکه رسول الله برای حج آمده، در مکه امی آخرین آیات هم در مکه نازل شده، الیوم اکملت لکم دینکم، از این که پس از هجرت است نامش از آیات مدنی، آیاتی که پس از هجرت نازل شده ولو که در مکه نازل شده، این آیات به نام آیات مدنی یاد میکنند. در قرآن سوره های مدنی عبارتند از 22 سوره که در مدینه نازل شده و بقیه از این تماما به نام سوره های مکی یاد میشن. سوره های مدنی قرآن عبارتند از 1 البقره، 2 آل عمران، 3 النساء، 4 المائده، 5 الانفال، 6 التوبه، 7 النور، 8 الاحزاب، 9 القتال، 10 الفتح، 16 11 الحجرات، 12 الحديد، 13 المجادله، 14 الحشر، 15 الممتحنه، 16 الصف، 17 الجمعه، 18 المنافقون، 19 التغابن، 20 الطلاق، 21 التحريم، 22 اذا جاء نصر الله والفتح. امی آیات سوره ها به نام سوره های مدنی و بقیه سوره هایی که در قرآن کریم اند سوره های مکی قرآن کریم، مجموعا سوره های قرآن کریم 114 سوره در قرآن کریم است. سوره در لغت عرب به معنای یک مرتبه و منزلت میگن، یک منزل، یک مقام، از اینکه قرآن مقامش بالاتر از هر کتاب است و یا هر کسی به قرآن عمل کنم خدا منزلت و مقام زیر بالا میکنه. و سوره را سورتون هم میگن، یک همزگک بالای واو داره. سور در لغت عرب پس مانده و پس خورده را میگن. متوجه هستید؟ سوره را به خاطر از این سوره میگن که یک قطعه از قرآن است، یک سوره، یک قطعه و یک قسمتی از قرآن است، کل قرآن نیست. مجموعه سوره ها را قرآن کریم میگن. سوره یک قطعه از قرآن، یک قسمتی از قرآن میگن. اما در رابطه با این که نام سوره ها را ما از کجا یاد گرفتیم، که در قرآن کریم سوره ها را، یک سوره سوره البقره نام داره، یک سوره اخلاص نام داره، یک سوره محمد نام داره صلی الله علیه وسلم، سوره العنکبوت، سوره الحجرات، مثل از سوره ها. بعض نام های سوره ها از شروع امی سوره ها گرفته شده که در سر سوره نام